حملات مرگبار طالبان در ولایت هلمند بالای نظامیان افغان. نیروهای امنیتی افغانستان با گرم شدن هوا شب و روزهای مرگبار را در ولایت هلمند سپری می کنند. پس از حمله خونبار در جشن دهقان در این ولایت، بر اساس گزارش ها در حمله دو شب پیش افراد طالبان بر چند پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی سنگین، 48 سرباز ارتش، 10 سرباز از قطعه پارتیزانی سنگوریان و 7 سرباز پلیس جان باختند و 38 تن دیگر زخم برداشتند. در کنار این رویداد، در یک حمله دیگر این گروه شب گذشته در ولسوالی نادعلی 10 سرباز پلیس سرحدی جان باختند. در ولسوالی مارجی این ولایت نیز در یک حمله 33 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. در برنامه کنونی خط کابل به بررسی میگیریم که چرا جلو حملات مرگبار بالای نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت هلمند گرفته نمی شود. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان محمد عارف کیانی، سخنگوی محور مردم افغانستان، و سردار محمد همدرد، معاون پیشین والی هلمند اینجا با من حضور دارن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. همدرد، په هلمند که چه روان دی؟ ولی هر ورځ د مونږ سرتیری دا رقم قربانیان ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او میلمه ته او ټولو لیدونکو ته. په خوشنۍ سره باید ووایو چې دغه دوې ورځې په هلمند کې ډېره لویه غمیزه رامنځته سوله. د نوروز په لومړۍ ورځ باندې پیښه وسوله چې شاوخوا 1.5 کسان موږ زخمیان سوله او 15 تنه په شهادت ورسېدل، او د دې تر څنګ تېره شپه په سنګین کې یو څلوېښت کسان د اردو په شهادت رسېدلي دي، او د دې تر څنګ 10 د پولیسو او 1 نفره د ملي امنیت په چوکاټ کې پارتیزاني ګروپونه چې دي د هغو د په شهادت رسېدلي دي. او نن بیا تریخ ناور او نادالي کې شاوخوا 15 کسان چې هغه د نظمیم او سرادي دا په شهادت رسېدلي دي او تر لسو پورې زخمیان دي. یعنی ټول ټال دا شاوخوا تریخ ناور کې 15 تنه شهیدان دي. او 15 شو. نو دا نادالی او تریخ ناور دواړو، نو دا ډیر لوی ارقام دي. او دا زه دغه ټولو شهیدانو ته جنت فردوس او کورنۍ سره غم شریکی کوم. یعنی واقعا یوازې دا نه په هلمند کې بلکې په ټول هیواد کې هر ورځ د جنازو لړۍ دي، او دا خلاصېده نه لري. او 200 کسان چې په درو ورځو کې 200 جنازې لمانځه ځي، سړی تعجب کوي دې حکومت ته او دې مشرانو ته. او د دوی وضعیت ته چې ګورې، دوی ټول د واک دپاره د چوکیو د نیولو په فکر کې دي. د وطن احساس نشته، ملي ګټې نشته. دغه 200 کسان چې دا اوس ماته وویل، یعنې تاسې باور وکړئ 200 جنازې چې ته تخقیه 200 انسانان، او دوی او دغه بې کفایته مسؤلین چې هیڅ احساس د وطن دپاره نه لري او هیڅ په زړه کې درد نه لري دې دپاره چې دا وژل کېږي. دا څوک دي؟ دا وطن دا اولاد لري، مور لري، کورنۍ لري، په دې باندې باید موږ دغسو. ما زه یو یادونه کوم، یعنی تاسې باور وکړئ چې دا داسې یو معنا لري لکه یوازې چې د سربازانو او زموږ د دغو قهرمانانو د مرګ دپاره یو توطیه وي، ځکه چې پر وخت او زمان امکانات نه ورسېږي. اوس دا د سنګین په موضوع کې په معاصره حالت کې مرسته او کومک نشي ورسولی، اخر ټول په تباه کې په ویو وژنې. یعنی دغه ضعیف مدیریتونه هم د دغه باعث شوي دي. او زه د خپلو سربازانو د قربانیو کاملا تقدیر کوم چې واقعا دوی ډیره زیاته قرباني ورکوي، مګر د مشرانو او د مسؤلینو دغه بې تفاوتۍ چې سړی ګوري واقعا سړی زړه درد. آقای کیانی، خوب ارقامی را که ما گفتم و امین گونه آقای همدرد اشاره کردن، کل امین سربازا در حالت دفاعی جانهایشان از دست دادن، یعنی طالبا حملات تهاجمی را انجام دادن، چطور میشه در حالت تهاجمی ما به این حد قربانی داده بریم؟ سلام مزر شما جناب همدرس و درود میفرستم بر روان متحر قوتهای شهدای قوتهای دفاعی و امنیتی افغانستان. سلامت باشید. متاسفانه بنابر نبود کفایت، بنابر نبود درایت و بنابر عدم اراده قوی در امر تقرب از حالت تدافعی و تهاجمی در میادین محاربه در برابر مخالفین مسلح، یکی از فاکتورهایی است که موجب قسمان افزایش تلفات قوتهای دفاعی و امنیتی افغانستان شده. اما این به این معنا نیست که مخالفین مسلح هم تلفات نداشتند. اطلاعاتی که ما داریم در طول سه روز بیشتر از 350 نفر مخالفین مسلح تلفات داشتند.
و این تلفات تلفات دو جانب است. فاکتورهای متعددی در امر افزایش تلفات و در امر تشدید بوران، تشدید جنگ هم در هلمند و هم در دیگر سوات افغانستان وجود دارد. از لحاظ نظامی، از رگوزر نظامی ما نیروی کافی به هلمند داریم. هلمند با توجه به 62 هزار کیلومتر مربع که مساحت دارد، از یک طرف از طرف شرق با کندهار هم مرز است، از طرف شمال با اروزگان، با غور و با دایکندی، از طرف غرب با نیمروز و با فرا و از طرف جنوب هم حدود 162 کیلومتر مرز مشترک با خط دیورند. این موقعیت جغرافی هلمند یک موقعیت بسیار از لحاظ نظامی بسیار ژئوپلیتیک و از لحاظ ژئوپلیتیک جغرافی سیاسی حائز اهمیت است، هم به مخالفین مسلح هم به حکومت افغانستان. متاسفانه بی‌توجهی در استقرار و تعبیه نیروها، قسمی که بتوانند پاسگاه های نیروهای دفاعی و امنیتی در وضعیت تهاجمی مخالفین مسلح یکدیگر پوشش امنیتی بدن، نبود تشکیک مساعی در امر کشفی و استخباراتی، نبود حمایه هوایی به موقع و بی‌توجهی در ارسال نیروی ریزرو تازه نفس، به تعلل و مساهمت در امر انتقال مجروحین به مراکز درمانی. این موارد است، شاید مساحت هم خطرناک باشد در ولایت هلمند، ولی که نیروی امنیتی ما در سنگر نشسته، طالبان سر حمله میکنه و این قدر تلفات میتر، دلیل از چی است؟ دلیل از یک از دلایل کلیدی از این است که متاسفانه برنامه‌های عملیاتی قوات دفاعی و امنیتی ما از داخل با توجه به موجودیت بعضی از مورهای نفوذی مخالفین مسلح پیش از حمله، پیش از اجرا، پیش از در منصه عمل قرار گرفتن افشا میشه یک طرف. از طرف دوم متاسفانه تعلل و مساهمت در امر اکمالات و تجهیزات. مسئله سوم متاسفانه ایست که ما در برابر مخالفین مسلح، مخالفین مسلح با رویکردهای گروهی و پارتیزانی حملات خود تابع و حملات خود اجرا میکنند و ما نمیتونیم دفع ما بکنیم. از دید نظامی در برابر در مقابل جنگهای نامتعارف گروهی و پارتیزانی جنگ منظم نتیجه نمیده. تا زمانی که ما شیوه و مکانیزم جنگ اولا از حالت تدافعی با حالت تهاجمی ما تقرب نکنیم، ثانیا ما شبیه سازی حملات مخالفین مسلح را برنامه ریزی نکنیم، بسیار بعید است که ما بتونیم در میدان معاربه نتیجه به دست بیاریم. جنگ گروهی توسط جنگ گروهی زدوده میشه و ما میتونیم زمان در میدان معاربه در برابر مخالفین مسلح چهره شویم که این ابتکار عمل از مخالفین مسلح بگیریم. هم بر طبق کلتی که حالا خالد راغه وزیر دفاع خلق و تایی ویلیتی امنیتی زواکونه سر دنن نه ترسو چیزه وزیریم پا تهاجمی آلت کدی واقعا علمان کم دست وضعیت ده دوی پا تهاجمی آلت کدی کنه لا هم پا دفاعی وضعیت کدی او ده طالبان رو لاس ببرده. گوره یو مسئله داده مخی هم خبره کرده چی پا سربازان و زموش پا امنیتی قوتونو که ده دوی قربانی یا ده دوی دغه چی دی اغا ده کادر وار دی او بل دم دلتا دم مرکز خبری دی چی دلتا چی دی مسائل ویل کیجی دا یوازی دو شوار پر کچی پوری پاتا کیجی بلکی پا عمل کی دیر سنه یعنی دو شوار یعنی تا گوره زه تا تا زه یو مثال تاست دوام زه نیمروز کی زه حال تا ما وزی پادر لو ماوین دولایتو دا یو مستناد خبر دا یعنی دا دی چارواکو دو مسئولین تر بیغوری پوری دا سی معلومات مواخشتا چی دا طالبان و سرکی تا دا نیمروز یو لسوالی دا خاشرو تراغلی ما دا موضوع والی رئیس د امنیت او د نظامی د غوسر شریک کړه چې د طالبانو سره کی تره غلې ده او دغه کی موږ الته د سیمه تهدید او خدای نه خصاز موږ تر بازان بشادت ونه رسیش دوی دا خبره د والی او د رئیس د امنیت د اوس بد از ما خبره اوري دا ټول د خبره د سیمه مسخره او بللی چې دغه یو لکه دا بل ورځ د خپل وجدان او د خپل مسولیت پر اساس کومندان د امنیت چې د اوس د مزارې ته د مبارز چولاړي دا مې د ځان سره بوتي ولاړم خاشرو د لسوالی خاشرو درسوالی تا پوستا پر پوستا وګرځیدم یو پوستیه ته ورنم چې د دشمن چې ماته په خپل هغه سربازو چې سر مو پورته کوو دشمن دغه کوي یعنی دا زموږ هغه اخري د دشمن سره دغه وو په دې پوسته کې اته نفر وو او ډیر په بد حالات کې وو هر شپه جنګ وباندې او هلته د طالبانو هغه سره کې ته ځي سیمې ته هغوی ټول هغه ذرې سلاوي لري او هغه ډیر مجهز وي هلته دغه کوي او ما چې دا دغه ولیدله وګرځېدلو بیا مې قومندان د امنیت وویل چې دا خو دا کفایت نه کوي او دغه رالو ولایت ته پر دې متصمیم ونیوئ چې هلته باید قوتونه سره ځای پر ځای کړو او دغه وکړو په دې کې یوه ورځ تېره سوه دوې ورځې درې ورځې درېیمه شپه یې حمله پر وکړه اته سره اوه سربازان یې زموږ شهیدان کړه او یو دانه زخمي شو سهار زه شفخانې ته ورغلم د شهیدانو سمې لیدنه وکړه تاسې باور وکړئ که یا والي ورته راغلی دی یا رئیس د امنیت ورته راغلی دی یعنی دا موږ یعنی یو سړی ته یو دغه پیدا کېږي یعنې بې کفایتي ډېر یعنې دومره بې کفایتي ګوره دومره بې کفایتي
هیڅ فکر نه کوي چې دا انسانان وژل کېږي. صحیح ده، احساس ګوره، دا د احساس مسله دا ده چې زه یو شو بیا هم پر دې باندې ټینګار کوم چې موږ به تر څو پورې چې د وطن پرستی پر اساس باندې کار ونه شي او د شعارونو څخه باید راووسو په عمل کې دا ثابت کړو. ډېر زیاته مننه د خبرونې پاتې برخه وروسته له لنډې دمې. ادامه برنامه آقای کیانی، خب چند روز پیش شما دیدین که نیروهای امنیتی کلش رفتن نیروهای ویژه به ولایت بلخ و در برابر مخالفین فرمانده جدید اونجا یک عملیات را راه اندازی کردن و عامیان حکومت هم در فیسبوکایشان این گونه نوشته میکردن که بلخ را فتح کردن. خب شما دیدین کل نیروهای امنیتی مسئولین درجه یک به شمول وزیر معین ارشد امنیتی و همین گونه وزیر دفاع ملی مصروف هستند تا بالا هم بر سر جنجالهای بلخ. فکر نمیکنین که باید اون نیروها در هلمند باید از پیشان استفاده میشد و هلمند را فتح میکردن به جای بلخ؟ معمولا حکومت هایی که سبقه مشروعیتی و سبقه حقوقی ندارند با رویکرد های توتالیتر با رویکرد های استبدادگرایانه سعی میکنند که از نیروهای سخت افزار جهت سرکوب مخالفین سیاسی خود استفاده کنند، به دلیل از اینکه توان رقابت سیاسی را در میادین دموکراتیک در میادین رقابت های دموکراتیک سیاسی ندارد. بدون شک حکومت با سیاسی نمودن نهادهای امنیتی با رویکردهایی که قرض آلوده که میخواین توجیه کنند، من فکر میکنم قسما صلابت بعضی از نهادهای امنیتی ما را زیر پرسش برده. اما از دید نظامی من میخوام به این برگردم، مخالفین مسلح در سالهای گذشته در ایام زمستان به خواب زمستانی میرفتن. امسال سالی که گذشت، زمستانی که گذشت، خلاف علارغم سالهای گذشته متاسفانه مردم افغانستان و حکومت افغانستان در دو جبهه مصروف ساختن. اولا به بهانه صلح و مصالحه، گفتگوهای پیشان مصالحه در اتاقهای گفتگو گاهی در دوحه گاهی در مسکو، و از طرف دیگر در میادین متاسفانه خلاف سالهای پیش ما دیدیم سنگر گرم نگه داشتن و این سنگر است که مخالفین مسلح در اتاق گفتگو امتیاز میده. و ما هم به دلیل از اینکه نهادهای امنیتی خود به مسائل بسیار فرسایشی مصروف کردیم، نتونستیم که مانی تجدید گروهان مخالفین مسلح در این ایام زمستان بشیم. و بدون شک اینا هم تجدید گروهان شدن، هم طبیعی نیرو کردن، هم استقرار نیرو کردن، هم آسیب شناسی خود کردن، هم تعریفی از ما ارائه کردن، هم تعریفی از اراضی ارائه کردن. این فاکتورها موجب شد که متاسفانه ما شاهد یک بهار بسیار خونین برای مردم افغانستان باشیم. خیلی سپاسگزارم. در سب تاسو مخ کی دی نیمروز ولایت ته اشاره وکړه، تاسو په هلمند کې کار کړی، هلمند کې بلاخره څه ستونزه ده چې دلته د امنیت وضعیت هیڅ نه کیږي؟ اوستنه دغه دوه درې وروستۍ پیښې نه دي مخې ته موګوري، هلمند ته وضعیت تاسو ته معلوم ده، هر رقم حملې طالبانو دلته اجرا کړي. ګوري یو مسله چې دغه چې موږ باید واضح وایو، تر څو پورې چې اصلاحات رانشي او ښه حکومتداري رانشي او قانون پر ټولو یو شان عملي نه شي، دغه مسایلو څخه موږ نه خلاصېږو. هلمند نه په ټول افغانستان کې اوس مثلا هلته په هلمند کې د خیالي تشکیل مسله، او موږ یو ولسوالي درلوده ګوره مرجع په نامه، د دې شاوخوا و نیم سوه پورې محلي او ملي پولیسو تشکیل درلودی. کله چې د دې بررسي وسول یو نیم سل پورې کسان دغه سول، یعنی دا نورې پیسې ټولې جېبو ته لوېدلې. یعنی مسله دا ده په وزارت داخله کې ډېر واضح فساد دی، یعنی او دا داسې معنا لري چې زموږ د دغو سربازانو په سرنوشت دوی لوبې کوي. ګورې سربازان چې رانیږي د هغوی اکرامیه نه ورکوي. نو دا لوبې څوک کوي؟ ګوره دغه ټوله مسله، ګوره ټوله مسله په رهبرۍ کې ده. او موږ متاسفانه باید ووایو چې موږ تر څو پورې چې موږ ښه حکومتداري ونه لرو او موږ به د دغه حالات څخه نه خلاصېږو. زه دا اوس کومې پیښې چې سوي دي، دا پیښې دا لړۍ دا به روانې په دغه شکل باندې لکه دا اوس، ځکه چې سیاسیون مو ټول په هر یو په خپلو جنجالونو باندې اخته دي، هر یو د چوکۍ په غم کې دي. موږ دلته یو ډېره مهمه موضوع سره راغلې ده چې هغه د سولې مسله ده. په هغه کې موږ یو ملي اجماع نه لرو، یو ګډ فکر نه رامنځته کېږي، یو څه وایي بلبل څه وایي. او دا اوس ګوره دا د سولې دغه دا وخت کې چې د سولې خبرې را شروع شوې دي، باید سمدلاسه دغه د جګړو کچه راکمه سوې وي. هغه جګړه ورځ په ورځ نور هم ډېریږي. یعنی دا اوس دا ولسمشر هم خلکو ته وایي چې دا د امتیاز دپاره دغه ګوره نه د امتیاز دپاره نه ګوره امتیاز دپاره که طالب په دې نیت باندې دا جګړه کوي چې دغسې د ورځې
په دوه ورځو کې په هلمند کې 200 ځوانان په شهادت رسیدي او دوی بیا راځي سوله کوي. دا خو بیا دغه نشي کېدلی. دا چې طالب اوس اوس موږ دې نتیجې ته رسېدلو چې رالو یو میاشت سرکشن سوله خبرې کوو، نو په کار نه وه باید دا د جګړې دغه باید رقم سوی وای. بیا د دې تر څنګ تاسو وګورئ په دا دوه درو میاشت کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله وګورئ، بیخي دغه ارقامې دومره ډېر شوي دي چې د نورو کلونو په پرتله باندې چې څونه ملکي خلک وژل شوي دي. یعنی اوس په کار دا و چې د سولې په دغه روان جریان کې باید د جګړې دغه کم سوی وای، او وسلوال طالبانو هم باید دا فکر کړی وای دوی که سبا راځي دې مملکت ته به هیڅ د افغانانو پر دغو د زړه وسوځوي. دغه جنازې چې نن دا 200 کورنۍ د هر ورځ په افغانستان کې کم از کم د 300 تر 300 پورې ځوانان قرباني کیږي، او بیا د دو بیا نو ته راځي پر قبرونو باندې حکومتداري کوي. دا خو نه ده په کار. خبره دا ده، اساسي خبره دا ده چې د دې وطن دغه دا ده چې باید دې وطن ته سوله راشي، او تر څو پورې چې سوله رانشي او دغه بهرنیان چې دلته موجود دي د بشر حقوق دا نړیوال پر دې موږ راخو چې اخر به افغانان باندې رحم پکار دي، تر څو پوري یعنی موږ څخه کسابي جوړه سوی ده. موږ ولکه یعنی تاسو باور وکړئ چې خلک په جنازو پسې نه رسیږي، خلک په پاتیو پسې نه رسیږي. هر روزه د ځوانانو جنازې دي او د ویر دي ماتم دي. آقای کنی، خوب یک بحث دیگه ای است که خون سربازان را دیده گرفته میشه. شما حرف آقای هم درد را شنیدین که به یک نحو بازی صورت میگیره، یعنی قربانی فساد و بیغوری مقامات محلی در ولایت هلمند بالاخره همین سربازانی که کشته شده است. چرا پرسان نمیکنه کس از اینها؟ متاسفانه حکومت به یک وضعیت بسیار آشفته قرار داره. منظورم سران حکومت است، بیشتر از اینکه به فکر خون شهدا باشن، به فکر پاسداری از فامیل های شهدا باشن، به فکر دوزی از اموال بیت المال و شروع کمپین های پیش از وقت انتخاباتی است. ولی این فساد اینقدر عمیق است که خوب یک سرباز جانش برای وطن از دست میته، ولی مسئولی که اونجا مسئول است و مسئولیت داره او پول اکرامی شان میته. چگونه نظم میکنن این پول ها را؟ متاسفانه چنین است، و ما میخوام پیرامون هلمند فاکتورهای درونی دیگری که موجب تشدید باران در هلمند شده ایراد تذکر بدم. جنگ هلمند در کنار عواملی که پیشتر تذکر جنگ کوکنار است، جنگ فلزات سنگین از تنتالیم تا سیزیم، از سیزیم تا یورانیم به قنای 235 درجه. کی است داخل در اینجا؟ مافیا مشخص است. با توجه به 162 کیلومتر مرز مشترک ما به ایران داریم، مافیای منطقه در هلمند است. از طرف دیگر پایتخت در حال تبعید طالبان در موساقله است. در طول 17 سال ما شاهد کوچکترین حمله تهاجمی در موساقله مرکز ساقه اداری طالبان در زون غرب افغانستان نبوده. اگر ما به همین وضعیت متاسفانه به این وضعیت انفعالی به این وضعیت تدافعی قرار داشته باشیم، بدون شک ما شاهد از دست دادن صدیق‌ترین فرزندان خود در این بهار خونین خواهیم بود. بنابراین جنگ کوکنار، جنگ قاچاق سلاح و جنگ فلزات سنگین از جمله یک جنگ فرسایشی و یک جنگ تعمیلی است که بالای مردم هلمند، بالای قوات‌های دفاعی و امنیتی ما تعمیل شده و حکومت هم پاسخگو نیست. ام در طب هلمند که وضعیت فرقی، هلمند که مثلا یه وقت قول اردو میشته دلته وظیفه هم داده تی باید طالبان رو پا مقابل که و جنگیگی، ولی برعکس تا سولار سی هلمند که اکثر ولسوالی دی طالبان رو پا کنترول کدی، حتا خار کم دوی کلا کلا زینی سی منی سی بیا بیر تا پریدی، امنیتی ملی آلتا فعال ده، امریکایان دلتا میشت دی، پولیس دالری، نو بیا والی وضعیت دستی باید گرد وردی؟ گوره یه مسئله ده غده چی ده هلمند جگره ده افغانستان ده نور ولایتون سر توفیر لری، لکه مخی چی دوست ویله یعنی به هلمند کې مواد مخدر خپل ځان ته یو اړخ دی چې دغه جګړې په دغه کې رول لري. نو دونه عمیق د درس یو قول اردو نسی کولای هلمند نه، او ما ګوره یو شی اگر دا ټول اړخونه چې د هلمند جګړې د فار مثلا هلته چې کوم موږ دغه لرو د قانون لرو د روخام ډبره چې په کاچاکي ډول ځي په پاکستان ته او نور مسایل دي، دا ټول ته په خپل ځای کې تاثیرات لري. خو دې تر څنګ یو شی باندې بیا هم زه پر دې باندې ټینګار کوم چې ښه حکومتداري او اصلاحات کولی شي چې دغه مسایل رقم کړي. دا ګراف د دغې هم رقم کولی شي. ما تا ته مخکې وویل چې ته مسؤلیت چې یو قومندان، یو مسؤول، یو والي خپل سربازانو مخکې مثال درته درکړي چې دوی ورځې مخکې خبر ورکوم چې دغسې یو حالت دی او هغه ټول ما خبرې هغه هېڅ په کیسه کې نه ګوره ټول په ټول افغانستان کې یعنې تر څو پورې چې موږ داسې دا نه وایو موږ داسې زه په خپل داسې زما هدف دا نه چې زه پر حکومت نقد کوم، بلکې زړه مو خوږېږي په دې سربازانو مو زړه خوږېږي. تاسې باور وکړئ چې دا سربازان قهرمانان دي په دغه شرایطو کې چې دوی د دې وطن دپاره قرباني ورکوي او د دوی دغه چیرې د دوی دغه قربانۍ دا تاریخ یوه برخه ده. موږ دا وایو چې دا چې دا سربازان دومره قرباني ورکوي دا مسؤولین دي هم
د احساس لمخي دغه وکي د مسولین دیم پر دی خپل سربازانو باندې زړه وسوځي. سید هم در تپتاس پهلمند کې ماون دیوالی وای هغه وخت تاسو سره داسې یو تخمین و چې څونه طالبان دی هلمند کې؟ ګورئ هلمند یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی ګوره چې د پاکستان ایران سره او دا پل لري او بل دغه ټوله سیمه د هلمند څخه دغه کیږي تهدیدیږي او هغه وخت چې په سنګین کې جګړه پیل شوه په هلمند کې په لومړي ځل او ما څو ځله په رسنیو کې هم دا خبر وکړ چې دا جګړه به غځیږي او دا به ټولو سیمو ته یعنې که دغه قول اردو وکن صحیح مدیریت سي فکر نه کوئ چې هلمند به ګلو ګلزار نو قول اردو ګوره تاسې هغه ورځ ولیدله چې د قول اردو په منځ کې په قول اردو په منځ کې ور دغه کیږي نو تا خو دا دغه دي دغه مسایل دي سوالونه دي اوس بله ورځ مثلا دغه میله ده زموږ خدای دې وبخشي دهقان میله ده زموږ د ملي امنیت یو معاون شهادت ورسېده یو د اقتصاد رئیس او نور چې دغه وسول یعنی ولې دومره غفلت وشي ګوره ولې د غفلت ګوره د فیشو ګوره مثلا کهرمان سب هلته ترور شو هېڅ موضوع نه سو معلومه او پیښه دغه ورځ وسوه هېڅ موضوع دا ولې نه څېړل کیږي دا مسایل باید وڅېړل سي د دې باید پوښتنه وشي او د دغه سربازان دا اوس ګوره په ډېرو سیمو کې ما په هغه وخت چې زه دغه وم د شپې دوې بجې به جګړه باندې شروع شوله او دغه به بیا به مو دغه کول کوشش مو کول چې همهنګي د اردو سره جوړ کړو د نورو دغه سره یعنی دلته د غفلت مسله ډېر دغه ده چې تر څو پورې چارواکي دغه د مسؤلیت احساس ونه کړي پر دغه سربازانو پابند نه کړي نو زه فکر نه کوم چې دغه دي وسي او دغه جګړه نور هم ډېریږي. آقای کیانی خوب بحث تقرری ها در ولایت هلمند هم است. مثلا شما ببینین یک سارمن را بردن اونجا قمندان امنی ناامن مثل هلمند ساختن یا بحث قمندان قول اردو را ببینین مهاجما میتونه به داخل قول اردو بره اوجا در داخل میتونه سربازا را در خوابش بکشه ولی هیچ کس نیست که حداقل اونها را برکنار بکنه یا حمله ای که حداقل در دو سه شب پیش است چی جریان داره بر سر بست هایی که در هلمند فعال است؟ متاسفانه به تجارت جریان داره به خون سربازان میکنه تجارت را رئیس جمهور میکنه تجارت کسانی میکنه که منفعتشان در مواد مخدر است تجارت کسایی میکنه که منفعتشان در استخراج غیر قانونی فلزات سنگین است ولی این تجارت کسایی میکنه که آقای کیانی این پست به امضای رئیس جمهورگانی تعیین میشه پیسه میدن برای رئیس جمهورگانی پیسه میدن به دفترش پیسه میدن اسناد وجود داره اگر پیسه ندن یک کس یک جگران شما چی کنه میدونید میرم بس بر جنرالی رو موظف میکنیم خلاف اصول نظامی است خلاف پرنسپ های نظامی است خلاف اصول خدمات داخلی نظامی است پس رئیس جمهور مستقیما دست داره در خون سربازا اسنادی وجود داره یک نفر قماندان بلوک است او رو به دوزی میگیرن عزل میشه میره قماندان طلای میشه باز به دوزی قاچاق مواد مخدر گرفته میشه اسناد وجود داره باز میره رئیس ارکان لوا میشه بعدا باز میره قماندان لوا میشه یک آدم بی سواد فساد نیست چیست فساد بیداد میکشه تشکر در کل برای از دفتر رئیس جمهور تا پایین باید تطهیر شسوشو و فساد زدایی صورت گرفت در غیر آن ما شاهد از دست دادن سیاستین فرزندان بود در مکافات و مجازات خبر ډیره مهمه ده ما ولیدل یعنی هیڅ ډول که یو څوک جرم ترسره کوي هغه ته سزا نه ورکول کیږي که یو څوک شکار کوي هغه هم نه تشویق کیږي یعنی د مکافات و مجازات اصل ډیر مهم دی قانون باید تطبیق شي او د دغه سربازانو د اوس کوم خونړی حالت دی مرکزی حکومت غوښتنه داده او غوښتنه مو داده چې دوی باید په دې مسایلو باندې سر وګرځي او تر څو دغه ارقام راکم کړي. خیلی سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد خدا نگهدار.